please say your name for the board? Sorry, I'm a little bit behind my camera. Sorry, do you mind me saying your name for the board? Yes, no, I mean, we're sharing that to you. Thank you, sir. I refer to your statements in the packets, starting on page 68. Is my understanding correct that you were a member of the youth wing of the student party you were on? And is my understanding correct that prior to your arrest, you were involved in no armed struggle against the Iranian regime? این رو حکومت اسلامی در سالهای اخیر در جنبش اصلاحات و جنبش سبز نشون داد و حتی تلاش هایی از درون حکومت برای اصلاحات اون هم برای حفظ رژیم رو تحمل نکرد و اونها رو به نحو شدیدترین وجهی سرکوب کرد. Sir, is it correct to understand that the treatment you and other prisoners who had not engaged in armed conflict with the regime, that the treatment you received was no less harsh than those that had actually engaged in armed struggle against the regime? مانند دیگران بود منتها زمانش دیرتر رخ داد یعنی فعالیت ما رو در یک زمان دیرتری غیرقانونی کردند بعد از یک دوره‌ای که ما فعالیت نیمه مخفی داشتیم حتی از سال 58 زمانی که نشون داده شد که رژیم بخشی از رژیم حداقل دست به سرکوب و حتی حمله نظامی به مناطق ملی زد در ترکمنستان در ترکمن صحرا و کردستان سازمان یک سازمان مخفی برای روز مبادا ایجاد شد حتی در مورد ما که فعالیت قانونی می‌کردیم که بعدها به اصطلاح بعد از غیرقانونی کردن گروه سیاسی ما سرکوب به شدت شدیدترین وجهی در مورد ما هم انجام شد. Sir, if I understand correctly that you were arrested in March 1984 and then transferred to Evin prison? بله من رو در حالی که در تحت تعقیب بودم و سعی داشتن که ارتباطات من رو کشف بکنن بعد از اینکه متوجه شدم که تحت تعقیب هستن و سعی کردم فرار کنم دستگیر کردن و با به صورت اسلحه کشیدن که من رو دستگیر بکنن و بلافاصله با ضرب و شتم بسیار توی خود ماشین آجیرکشان بردن به زندان اوین. به محض اینکه من رسیدم به زندان اوین به من یک ورقه دادند و خواستند که تمام اطلاعات خودم رو بنویسم و فعالیت هام رو بنویسم. من چون دانشجویی بودم شناخته شده توی دانشکده فنی دانشگاه تهران از زمان شاه فعالیت داشتیم بر علیه دیکتاتوری رژیم پهلوی و کاملا شناخته شده بودم در محیط دانشگاه و در فعالیت های صنفی دانشجویی از زمان شاه فعال بودم. سعی کردم فقط اون مواردی رو که در دانشگاه تهران میدونستن فعالیت های من رو
به طور مختصر در توی یکی دو پاراگراف بنویسم و بعد بازجو از من خواستش که لباسامو رو در بیارم و بخوابم روی تختی که برای شکنجه بود. منو بردن تو اتاق شکنجه. از همون زمان دستگیری من بهشون گفتم که سعی نکنین از من اطلاع بگیرین چون من خودم رو مرده میدونم از این لحظه. و شروع کردن از صبح تا شب با انواع کابل‌های الکتریکی به زدن به کف پای من، در حالی که دو تا دستم و دو تا پام بسته شده بود به یک تخت چوبی و به قدری زدن که و در حال زدن من رو سرم رو فشار میدادن روی پتویی که زیر روی دهنم گذاشته بودن که فریاد نزنم. از صبح ساعت 8 که من رو دستگیر کردن تا ساعت نزدیکای ظهر مشغول زدن بودن و پاهای من به شدت ورم کرده بود و بعد بازجو منو برد توی دستشویی و خواست که ادرار کنم و اونجا مشخص شد که ادرار من خونی شده و اینجا تصمیم گرفتن که دست به داروی که کلیه رو تحریک میکنه برای اینکه کلیه از کار نیفته به من تزریق کنن. در اون زمان به شدت من فشار خونم پایین افتاده بود و نمیتونستن این تزریق رو انجام بدن. بعد از نیم ساعت بالاخره موفق شدن و بعد دوباره به شکنجه ادامه دادن تا آخر شب، زمانی که دیگه من پاهم زخمی شده بود، به شدت متورم شده بود و دیگه از توانایی راه رفتن نداشتم، به ناچار من رو ناچار شدن که منو منتقل کنن به بیمارستان توی زندان که در جوار بند 209 اوین بود. البته بیمارستان اگر که میگم به این مفهوم هستش که سلول‌هایی بود که تبدیل به اتاق‌های بیمارستان شده بود. در هر سلولی سه تا تخت بود و با درهای فلزی که همیشه بسته بود. من 14 پا رفتم به اون اتاق بیمارستان که اونجا پاهای من رو پانسمان کردن و در روزهای بعد من پاهام تا بالای زانو، یک وجب بالای زانو سیاه شده بود و به مدت یک هفته در بیمارستان بودم. پس از اون بعد از یک هفته بازجو دوباره من رو خواست. پاهام هنوز پاهام و دستام زخمی بود، دستام به خاطر اینکه با دستمند بسته بودم به تخت و مجدداً شروع کردن به شکنجه برای گرفتن اطلاعات و انقدر زدن که مجدداً روی پای پانسمان زدن و خونی شد، خون را افتاد و مجدداً شب من به بیمارستان زندان منتقل شدم و یک هفته تحت درمان قرار گرفتم. در اون مدت یک بار هم حالت شوک و شرایط اضطراری دست داد که من رو نجات دادن از مرگ. May I ask you, beyond your own experience, can you describe the general torture that other prisoners were subjected to, both physical and psychological? بدترین دوران زندان البته موقعی سال 60 و 61 بود. من به صورت بعد از غیرقانونی شدن سازمان ما به صورت مخفیانه فعالیت میکردم تا اواخر 62 من وارد اوین شدم که اوضاع یک مقدار از اون حالت شدتی که داشت آرامتر شده بود، ولی فرض توی بیمارستان یک فرد از سازمان مجاهدین رو من دیدم که تو مدت یک هفته‌ای که من با این شخص بودم این فرد نه میتونست حرف بزنه نه میتونست، به شدت شکنجه شده بود. هیچ موقع ندیدم که این فرد بتونه بلند شه روی تخت، برای اینکه تمام بدنش داغون بود، کف پاش به قدری زده بودن که ناچار شده بودن پوست کف پاش رو پیوند بکنن، کاملا عوض بکنن. و همینطور در مورد کسان دیگه ای که من بعدن دیدم، کسانی رو که به قدری زده بودن به پاشون که انگشت هاشون رو افتاده بود، انگشت های پاشون افتاده بود. ولی
میزان فشار و فشار فیزیکی در دوران بازجویی خب بسیار وحشتناک بود، ولی در تمام طول زندان زندانیان با انواع و اقسام شکنجه‌های فیزیکی و روانی روبرو بودند. یکی از چیزهایی که همیشه در مورد همه زندانیان اعمال می‌شد این که شما به محض اینکه از سلول پاتو بیرون می‌گذاشتی چشمند روی چشمت می‌بستند. در تمام این دوران زندان شما به محض اینکه بعد چشمند می‌بستی. مسئله دیگه این بودش که به طور مداوم در همه جای زندان بلنگو بود، در تمام سلول ها، بند ها، که هر چی دلشون میخواست پخش میکردن، انواع اقسام دعا، نوحه های مذهبی، مثلا اعترافات زندانیانی که تواب شده بودن و از هویت خودشون پشیمون نشون کرده بودن. مسئله دیگه این بودش که شما به عنوان زندانی سیاسی حتی از یک زندانی عادی هم بدتر باتون برخورد میشد، یعنی شما هیچ گونه برای شما به اندازه یک حیوان هم ارزش قائل. این حرفی بود که بارها ما شنیدیم از مقامات زندان، از پاسدارها، که شما به اندازه یک حشره هم ارزش ندارید. نکته دیگر این هستش که نظام مذهبی بر اساس اینکه اینها خودشون رو نماینده خدا در روی زمین خوانده بودند، در واقع هیچ گونه نه اعتراض، نه انتقاد، نه حرف دیگری رو به هیچ وجه قبول نمی‌کنن. هر مخالفتی به عنوان مخالفت با خدا قلمداد میشه. و با توجه به اینکه به خصوص در اون زمان مردم ایران مردم مذهبی بودند، به نحو احسن اینا از احساسات مذهبی مردم و استفاده کردند. 70% مردم بی سواد بودند و اینکه شما کوچکترین پایین ترین فردی که تو زندان کار میکرد به شما به عنوان یک کافر نگاه میکرد که شما هیچ گونه ارزشی نداری، هیچ گونه حقوق انسانی نداری، به عنوان انسان به شما برخورد نمی‌کردن. این شما رو داغون می‌کرد. حالا فشارهای فیزیکی همیشه در طول زندان جاری بود. یک چیز معمول این بودش که شما رو از هواخوری محروم می‌کردن، کم بسیار کم بود، غذا کم می‌دادن و هدف این بود که شما یا تواب بشی، همکاری اطلاعاتی بکنی، با رژیم همکاری بکنی و حداقل منفعل بشی، هیچ گونه هویت سیاسی نداشته باشی، به هیچ وجه عقاید تو ابراز نکنی و به همچنین زندانیان رو به کار اجباری وامی داشتن در کارگاه هایی که توی زندان فراهم کرد. The mass executions took place as we submit. During that year, do I understand correctly that you were a first-hand witness to the death commissions? بله، من به چشم خودم بار زدن اجساد رو دیدم. قبل از هر چیز میخواستم این رو بگم که این اعدام‌های سال 67 به هیچ وجه اتفاقی نبود، به هیچ وجه قرعه کشی مرگ نبود، بلکه دقیقاً سازمان داده شده بود از چندین سال قبل. در بدو که سرکوب نیروهای سیاسی شروع شد، بخشی از مقامات جمهوری اسلامی و مقامات زندان حتی نظرشون این بود که هر کس که پاش به زندان میرسه بیرون نباید بره و باید کشته بشه مگر اینکه کاملاً تن بده به خواستهای رژیم و تواب بشه. بنابراین بر اساس تجربه شخصی که من داشتم این بودش که این سازمان یافته بود. از اواخر سال در طول سال 66 اینها شروع کردن زندانیان رو بازجویی مجدد بکنن، بند بند می‌بردن بیرون،
پرسشنامه‌های طولانی می‌گذاشتن جلوی زندانیان که به طور مشخص اینها تفتیش عقاید بود، دست یافتن به این که هر زندانی عقاید سیاسیش چی، عقاید ایدئولوژیکش چی هست، آیا طرفدار نظرش در مورد جنگ هست چی هست، نظرش در مورد رژیم چی هست، اگر چپ هستش آیا هنوز به مارکسیسم اعتقاد داره یا نه، اگر مذهبی هست آیا نظرش در مورد سازمانی که شما بهش اعتقاد داشتی میخواستن بدونن، و اینها رو به صورت کتبی چندین دوره زندانیان رو سوال جواب میکردن. علاوه بر اون پرسشنامه های خلاصه بودش که میمدن آمارگیری میکردن توی بند، اسم زندانی، مدت محکومیت، آیا نماز میخونی یا نه، آیا به گروهت اعتقاد داری یا نه، آیا حاضر به مصاحبه هستی یا نه، آیا حاضری از گروهت انزجار بدی، از عقاید خودت انزجار بدی یا نه، آیا حاضر به همکاری هستی. اینها پرسشنامه‌ای بود که پاسدارای بند میمدن میپرسیدن دونه دونه از تک تک زندانیا. بر این اساس در اوائل سرکوب ها دستگاه های سرکوب و اطلاعاتی به صورت پراکنده کار میکردن. در طی قبل از سال تور سالهای 64-65 سازمان اطلاعات از مجموعه دستگاه سرکوب سازمان داده شد و یک سازمان متمرکز اطلاعاتی ایجاد شد در جمهوری اسلامی. من میخواستم که اول توضیح بدم که به چه شکل سازمان داده شد این اعدام ها. تصور ما این بود که اینها دارن زندانی ها رو ارزیابی میکنن بر اساس اطلاعات مقامات زندان. در طول رفتار زندانی در طول زندان بررسی میشد، اطلاعات دوران بازجویی و رفتار زندانی در دوران بازجویی، اطلاعات مقام و مسئولیت فرد زندانی توی سازمانی که کار میکرد، تمام اینها جمع‌آوری شد بر اساس این یک لیست سیاه تهیه شد. برای اینکه اعدام‌ها رو تسهیل بکنن اومدن از طول در اواخر سال 66 زندانیان رو طبقه بندی کردن. تمام زندانیانی که بالای 15 سال حکم داشتن به زندان اوین منتقل شدن و تمام زندانیان زیر 15 سال حکم به گوهردش منتقل شدن. بعد دسته‌بندی بعدی شروع شد، اومدن زندانیان مذهبی رو از چپ جدا کردن و توی بندهای جداگانه. مرحله بعد اومدن زندانیان سیاسی رو طیف توی یک بر اساس یک طیفی تقسیم کردن تو بندهای مختلف، طیفی که کاملا سر موزه بودن، از عقاید خودشون دفاع میکردن یک سر بودن و سر دیگر توابین بودن و منفعلین، و اینها رو دسته‌بندی کردن توی این گروه ها و به همون نسبت امکاناتی که در اختیار اینا میگذاشتن کمتر بود. یعنی اون طیفی که سر موضع بود و از لحاظ مقامات زندان و دستگاه اطلاعاتی و بازجویی سر چیز بودن، حداقل امکانات رو بهشون میدادن و سعی میکردن که هیچ گونه تمام ارتباطات اینها رو محدود کنن با سایر زندانی ها. و خواهم که صحبتتون رو قطع کردم. به عبارت دیگر درک شما این هست که کشتار قبلا روش فکر شده؟ بله، کاملا اینطور بود و بر این اساس بردن زندانی ها رو به دادگاه ها. یعنی موقعی که اعدام ها شروع شد، اول از اون طیفی که معتقد بودن سر موضع هستن شروع کردن و بردن، و از حتی بعضی از بنده رو نبردن توی دادگاه. بدید شما میگوید حتی قبل از اینکه اونها به اون کمیسیون مرگ برده شوند، اونها میدونستن که دقیقاً چه کار میخوان بکنن. من بنده 20 بودم در قبل از اعدام ها و همراه 52 زندانی. در کل ما 52 نفر بودیم. در یک نفر از زندانیان که با ما بود اون رو
قبل از شروع اعدام ها اعدام کردن بردن اعدام کردن یک کسی بود که توی سپاه پاسداران بود که به صورت مخفیانه عضو حزب بودش اون رو بردن اعدام کردن بعد اتفاقی که افتاد توی مرداد ماه اوایل مرداد ماه روز جمعه بودش فکر کنم هفتم مرداد ماه بود که ناگهان اومدن تمام امکانات بند رو گرفتن ارتباطات بند رو قطع کردن به طوری که حتی کسی که میمد قضا میداد توی زندان هم ما اون رو نمیدیدیم بلنگوهایی که دائم برای ما چیزایی که میخواستن پخش میکردن قطع شد تلویزیون رو بردن دیگه کسی رو بهداری نمیبردن ملاقات ها رو قطع کردن و اون زمان ما حس کردیم که اتفاق ناگواری میخواد بیفته برای اینکه شنیده بودیم که رژیم ناچار شده که صلح رو بپذیره و همچنین شنیده بودیم که نیروهای مجاهدین خلق حمله کردن به قصد دارن که بیان و وارد ایران بشن و رژیم رو سرنگون کنن تو اون شرایط ما خیلی حساس شده بودیم و اون چیزی که اتفاق افتاد ما یک روز دیدیم که مرتب زندانی میارن توی بند طبقه بالای ما توی همکف بودیم بند ما مشرف بود به بیابان توی زندان گوهردشت و سلول‌های بالای بند ما سلول‌های بازجویی دادستانی کرج بودش مرتب با مینیبوس کسایی رو از اونجا برمی‌داشتن می‌بردن توی اون سالونی که به سالن حسینی معروف بود که عمود بود به ساختمون بند ما این زندانیا رو می‌بردن و دیگه این مینیبوس خالی برمیگشت یعنی هیچ موقع ما دیگه ندیدیم این زندانیا رو برگردونن صحنه‌های دیگه ای که می‌دیدیم هر روز عصر که می‌شد عده‌ای پاسدار می‌اومدن بیرون و چیزایی رو آتیش می‌زدن با هم دیگه شوخی میکردن و پارچه‌های کوچیکی که ما حد زدیم مثلا چشمن باشه چیزای اینطوری بعد نیمه های شب ما صدای انداختن چیزی توی یک کامیون با اتاقک فلزی میشنیدیم که خیلی حساس شدیم بعد از نیمه شب این اتفاق میافتاد بله موقعی که این اتفاق افتاد این من شروع کردم به شمردن این ضربه ها که توی محوطه میپیچید حدودا شبی 50-55 تا میشمردم یک شب به جای یه دونه کامیون دو تا کامیون اومد که یک کامیون روباز بودش ما چون حساس شده بودیم رفتیم به انتهای بند که توالت ها بودش و حمام بود برای اینکه دید بهتری داشته باشیم اون چیزی که دیدیم که اجساد رو چهار دست پا میگیرن پرت میکنن توی کامیون و اینها رو برای اینکه جای بیشتر بگیره جابجا میکنن اونجا بود که ما مطمئن شدیم چه اتفاقی داره میفته این کسایی که دارن میرن در واقع اجساد رو بار میزدن توی کامیون و میبردن یک ماه تموم ما شاهد این وضعیت بودیم اون چیز دیگه ای که دیدیم این بودش که در اوایل شروع کار اولا یک بندی از مجاهدین بودن که مانند بند ما اونا رو محدود کرده بودن فکر میکنم که جزو همون طیفی بودن که اول میبست میرفتن دادگاه اونها برای ما مرس زدن از طریق با انگشتان دست برای اینکه شماره رو نشون میدادن و برای مرس زدن اسامیشون رو دادن و گفتن که ما رو دارن میبرن برای اعدام در همین دوران بودش که قبل در جریان شروع اعدام ها بودش که ما به خاطر اینکه اتاق این هیئت مرگ یک طبقه بالاتر و مشرف بود به بند ما در اولین سلول توی بند ما گفتگوهای اینها رو میشنیدیم در واقع اینها داشتن تفسیر میکردن فتوای امام خمینی رو به قول خودشون فتوای خمینی رو تفسیر میکردن که به چه شکل اجرا بشه چگونه اینها اولا محرز بکنن که کسی آیا سر موضع هست یا نه هنوز به اعتقاد داره یا اگر میگه که من قبول ندارم گروهم رو یا منفعل هستم یا چجوری اینها
این رو احراز بکنن. The heart of the matter, you overheard. بنابراین شما شنیدید که اعضای کمیسیون مرگ داشتن با هم صحبت میکردن و در ارتباط با اجرای فتوا. دقیقاً یکی از اینها توضیح میداد که از لحاظ تکنیکی چجوری اعدام ها باید انجام بشه، که تجربه خودش رو میگفت که ما در کرمانشاه 6 نفر رو با جرثقیل میکشیدیم، یک بار 6 نفر رو یک بار دار میزدیم توسط جرثقیل، و در این دوران بودش که حتی صحنه های اعدام رو اینا بحث میکردن، یعنی کسانی که میبردن و معلوم بود که هیچ کس خبر نداره، کسانی که تا لحظه ای که فرد رو میبردن کنار تناب اعدام متوجه نمیشد، اونجا متوجه میشد و ناگهان شروع میکرد شعار دادن یا به هر شکلی. ممکنه لطفا برای ما توضیح بدید که خود شما وقتی که با کمیسیون مرگ روبرو شدید چه تجربه‌ای داشتید؟ عذر میخوام، مجبورم که به خاطر محدودیت زمان به تجربه خود شما بپردازیم. ممکنه بفرمایید که ساختار موجود چی بود؟ چه چیزی دیدید؟ چه کسانی اونجا بودن؟ اون چیزی در دورانی که مجاهدین رو اعدام میکردن، اعدام ها با اکثریت آرا انجام میشد، یعنی هر دو نفر از 3 نفر هیئت مرگ اگر رأی میدادن طرف رو اعدام میکردن. با اعتراض آیت الله منتظری به اعدام ها و درخواستش برای اینکه حداقل اعدام ها با اتفاق آرا انجام بشه به جای اکثریت آرا، موقعی که اعدام ها به نیروهای چپ رسید زمانی بود که اعدام ها با اتفاق آرا انجام میشد، نه با اکثریت آرا. به این دلیل حتی بعد از اینکه اینها کارشون با مجاهدین تموم شد، اعدام مجاهدین تمام شد، ما حس کردیم که دارن عادی میکنن شرایط زندان رو، یعنی شروع کردن کسانی رو ببرن. من باید چگونه به اونجا رسید رو به طور مختصر توضیح بدم، وگرنه اون فضا رو شما قرار نمیگیرین توش. زندان رو شرایطش عادی کردن، حتی 2 نفر رو صدا کردن از بند ما برای بهداری، ولی همون روز پاسدارها ریختن توی بند و از ما خواست و داوود لشکری و عده پاسدار و خواستن که صبح اول وقت بود که حتی عده رو از خواب بیدار کردن و همه رو به زور و کتک ریختن بیرون از بند، حتی اجازه ندادن بعضی دمپایی بپوشن، حتی اجازه ندادن لباس بپوشند. ما عده‌ای با زیرپوش و لباس زیر و پیژامه بودند و ما رو صف کردن بردن طرف اون هیئت مرگ. در اونجا متوجه شدیم که مسئولین زندان افراد خاصی رو روشون حساسیت ویژه‌ای دارن، اینا رو بردن جلوی صف نگه داشتن و اونجا بود که ما رو بردن به عنوان اولین بند نیروهای چپ بردن جلوی دادگاه، که بعد بندهای دیگه اومدن. در اونجا ما رو در شرایطی بردن که هممون میدونستیم که چه خبره، ولی نمیدونستیم که از ما چه سوالهایی میکنن. سوالهایی که از مجاهدین میکردن ما میشنیدیم، چون یه مدتی دادگاه رو ما میتونستیم بشنویم در رابطه با مجاهدین، بعد جاش رو عوض کردن. اونجا که منو بردن توی در مقابل هیئت، 2 نفر بودن، معمم نیری، حجت الاسلام نیری که حاکم شرعی بود که منو محاکمه کرد و به من 10 سال حکم داد در زمان محاکمه خودم، و نفر دیگه معمم که بعدها فهمیدم پور محمدی بود و از طرف دادستانی اشراقی بود که دادستان محاکمه خود من هم بود. موقعی که اونجا نشستم سوالهایی که کردن اول این بود که گروهت رو قبول داری؟ گفتم بله، و بعد شروع کردن سوالهای در مورد اینکه آیا مسلمون هستی یا نه، و بعد که من در تمام طول زندانم و در تمام طول فعالیت سیاسی مسئله مبارزه با مذهب نبوده، مسئله من مبارزه سیاسی بوده، هیچ موقع هم نگفتم من مسلمان نیستم، ولی اون چیزی که گفت اعتقادات سیاسی مو گفتم. و بعد اینا اون اصولی که بر اساس اون احراز میکنن کسی مسلمان هست یا نه پرسیدن، آیا به خدا اعتقاد داری؟ آیا به پیغمبر اعتقاد داری؟
آیا به روز معاد اعتقاد داری؟ آیا و بعد اومدن سراغ این که آیا نماز میخونی یا نه؟ که من گفتم نماز هیچ موقع نخوندم، الانم نمیخونم. که منو بردن بیرون نشوندن و گفتم باید بری نماز بخونی. بردن نشوندن و من سب کردم تا اینکه اونجا نشوندم. پاسدار اومد سراغ من که بیا برو نماز بخون. من گفتم نمیخونم. البته این را بگم، از دادگاه هر کسی رو میبردن، از اون جلوی هیئت هر کسی رو میبردن بیرون، یک کاغذ هم میدادن که عین همون سوالها اونجا بود. آیا قبول داری اسلام رو قبول داری یا نه؟ آیا به مارکسیسم لنینیسم معتقدی یا نه؟ این رو هم به صورت کتبی از شما میگرفتن. و اونجا اینقدر نشستیم تا شب شد. شب تمام این کسایی که باقی مونده بودن و میبایست در واقع نماز میخوندن، اینا رو بردن طبقه سوم توی راهرو اصلی نگه داشتن و شروع کردن پرسیدن که کی نماز میخونه کی نمیخونه. اونهایی که گفتن نمیخونیم، گفتن اون کسانی که برای هر وعده نماز، که 5 وعده در روز در اسلام در نماز بخونی، 10 ضربه کابل بعد بخورن، که حدود 10-15 نفر رو از جمله من رو 10 ضربه کابل زدن برای نماز مغرب. و بعد که تموم شد دیگه همه قبول کردن. بار دیگه اومدن پرسیدن که برای نماز عشا، نماز آخر شب، آیا حاضرین نماز بخونین؟ نه، که باز ما گفتیم نه. این بار من بودم و جلیل شهبازی از فدایان اکثریت، که ما رو باز 10 ضربه کابل زدن به شدت و ما رو بردن توی سلول. ناصریان به اسم واقعیش حجت اسلام مقیسیه، برد توی سلول، گفت که اینجا تناب هست، شیشه هست، از خودتون پذیرایی کنین، اگر میخواین خودتون رو بکشین. یعنی دقیقا این چیز رو به ما گفت. و این چیزا هم بود، تناب هم بود، نمیدونم شیشه از شیشه های مربا بود، نمیدونم اینها. که صبح زود شد، اومدم برای نماز صبح، دوباره از ما گفتن پرسیدن نماز میخونی یا نه، و باز دوباره 10 ضربه به هر کدوم از ما زدن. ما چون میدونستیم که نهایتا اگر شما 3 روز امتناع کنی از نماز خوندن توی قانون شرع اسلام، شما محکوم به مرگ هستی، یعنی شما باید کشته بشی. یه مسلمون اگر که 3 روز مداوم امتناع کنه از نماز خوندن، حکمش اعدامه. بر این اساس ما گفتیم که این مقاومت سرانجامش مرگه، فایده نداره. ما گفت با خودمون تصمیم گرفتیم، من و جلیل تصمیم گرفتیم که موقعی که ناصریان میاد برای نماز ظهر ما رو بزنه، بگیم که آقا ما مسلمون نیستیم، ما رو ببر دوباره دادگاه. گفتیم اینطوری حداقل ما رو بکشن راحت بشیم دیگه، این راه طولانی رو طی نکنیم. جلیل شهبازی گفته بود که من رو نمیدونم چرا اعدام نکردن، من چون گفتم توی دادگاه من کمونیست هستم، و چون این زندانی بود که هیچ دورانی حکم نداشت، از سال 58 دستگیر شده بود به همراه 4 نفر دیگه و هنوز حکم نداشت، و تمام این دوران تواب بازی رو گذرونده بود و حاضر نبود دیگه تحمل کنه یه همچون شرایطی رو. گفت که این شرایط رو من دیگه نمیتونم تحمل کنم. و ظهر که ناصریان اومد، ما بهش این درخواست رو گفتیم که ما رو ببر دوباره دادگاه. گفت که بعد 10 ضربه شلاقتون رو در هر صورت بخورین، شما غلط کردین، بعد بخورین. ما رو بردن دوباره 10 ضربه کابل زدن، ولی یکی دو ساعت بعد ناصریان اومد و ما رو کشان کشان با پاهای که نمیتونستیم راه بریم، ما رو بردن دوباره دادگاه. این بار که من و رفتم در مقابل دادگاه، من پاهامو نشون دادم بهشون، گفتم که اگر اسلام این هست، من مسلمون نیستم. و اینجا به من گفتن که برو نماز بخون و اینا. گفتم که من هیچ موقع نماز نمیخونم، نخوندم، الانم نمیخونم. این بار من رو بردن تو صف اعدامی ها نشوندن، بردن سمت چپ دادگاه، و اونجا من تو هر لحظه‌ای که اسامی رو می‌خوندن
و می‌بردن تمام کسانی که می‌شناختم و بعداً اسامیشون دیدم اینا رو می‌خوندن دسته دسته می‌بردن به سمت اون سالن مرگ. از این عده یک نفر برگشت، یعنی بعد از نوشتن وصیت‌نامه بازگشت و گفت که چه شرایطی هست، یعنی که شش نفر صدا می‌کردن برای اعدام. اینجا من نشستم، اون صحنه‌ای که من توی دادگاه دیدم، این مهمه که بگم که مجموعه دستگاه اطلاعاتی، بازجوها، دادستانی در این قضایا شرکت دارن. پشت هیئت مرگ یه پرده کشیده شد و پشت اون پرده واقعا عده زیادی بودن که داشتن کار میکردن، یعنی مسئولین اطلاعاتی بودن و بازجوها. و موقعی که من منتظر اعدام بودم، بازجوی خود من اومد با من صحبت کرد، میخواست از من این حرف رو بگیره که من زمانی که وارد فعالیت‌های دانشجویی شدم و هوادار سازمان چریک‌های فدایی خلق شدم در زمان شاه، از اون زمان کمونیست شدم، که من این رو قبول نکردم. و یک بار دیگه من رو دوباره صدا کردن، این بار فقط دادستان بود به همراه یه چند نفر اطلاعاتی و پاسدار و اینها، که اینها سعی می‌کردن که منو توجیه بکنن که نماز بخونم، قبول کنم که نماز، که من دوباره قبول نکردم، منو بردن تو صف اعدامی‌ها نشوندن. آخر شب بعد از اینکه 3-4 گروه رو بردن برای اعدام و هر لحظه منم منتظر بودم، دیدم که ما رو نبردن، ما موندیم. و موقعی که هیئت اومد از در بیرون، گفتن که اینا رو فردا به کارشون رسیدگی می‌کنیم، که ما رو دوباره بردن بالا همون برنامه برای چیز. این قضیه سال روز پنجم شهریور بود، روز بار اول که رفتم دادگاه، ششم شهریور روز دوم بودش، که اونجا من به خاطر فکر میکردم، تصور میکردم که منو فردا میبرم برای اعدام، اونجا دیگه من قبول کردم که نماز بخونم. ولی جلیل قبول نکرد، جلیل شهبازی قبول نکرد، با یک نفر دیگه از زندانیای چپ رفت تو همون اتاق، به خاطر اینکه نمیتونست دیگه تحمل کنه این شرایط رو. و شرایط بعد، یعنی چشم انداز آینده برای ما این نبود که ما رو آزاد میکنن، فکر میکردیم که دوباره این شرایط تواب بازی شروع خواهد شد. این از یکی از همین شیشه های مربع رو از توی همون سلول برداشت، موقعی که بردن برای دستشویی توی توالت، شکم خودش رو پاره کرد، رگش رو زد، نمیدونم، ولی اونجا کشته شد. من چند تا سوال دیگه دارم قبل از این که اعدام ها در بند شما شروع بشه. چند نفر بودن؟ توی بند ما 52 نفر بودن در زمان اعدام. از این 52 نفر حدود 26 نفر اعدام شدن که من لیستشون رو دارم. از این 26 تا آیا شما اینطور متوجه میشین که از 26 نفر تنها یک نفر هوادار سازمان چریک‌های فدای خلق بود، محمد علی بهکیش. بقیه ساکنین اون بند اعضای حزب توده ایران، سازمان فدایان اکثریت بودند، که در طول زندان هر موقع که کسی میمد بازرسی، اینها بلند میشدند و از حقوق زندانیان دفاع میکردند. و برخی هاشون عضو رهبری، عضو مشاور رهبری سازمان حزب توده ایران بودن. خیلی متشکرم آقای رئیس. اگه شما سوالی داشته باشید، قضات سوالی داشته باشن، من دیگه کارم تموم شد. برای شهادت شما دو تا سوال کوتاه دارم. شما اشاره کردید به خدمات اطلاعاتی که در این کمیسیون مرگ شرکت از کجا میدونید که اونها مال خدمات اطلاعاتی؟ First of all, it wasn't just three person in front of me. There were my interrogator was present. یه بازجوی من حاضر بود، یکی از based on the Khomeini's fatwa قاضی ها اونجا بود و نماینده خدمات اطلاعاتی بود، یعنی وزارت اطلاعات بود، که کسی بود که فتوای خمینی رو می آورد، یا اگه فتوای خمینی می گفت که نماینده باید از طرف قوه قضاییه باشه، یکی از طرف دادستانی و یکی هم از طرف سرویس های اطلاعاتی. و بنابراین مقامات
زندان هم یه حقی داشتن که حرف بزنن برای که اونها انتخاب میکردن زندانیان رو و مثلا کسای زندانیان اگه بودن که مخالفت میکردن یا اعتراض میکردن اونها رو انتخاب میکردن و میآوردن در مقابل کمیسیون مرگ. از شما از کجا میدونید که اینی که دارید میگید این کسی که اونجا بوده مال خدمات اطلاعاتی بوده؟ کل این سیستم بر اساس کار وزارت اطلاعات برقراره، یعنی همونطور که من گفتم در اون موقع همه میدونستند کسایی که بازجویی میکنن از شعبات مختلف وزارت اطلاعات هستن، مثلا پاسداران انقلاب اونا زندان خودش رو داشتن، بهش میگفتن کمیته مشترک یا 3000 بند 3000 بند 3000 3000 3000 بند 3000 مخصوص اونا بود. And these sections of intelligence were joined by the intelligence ministry. Then they built another section, another building in the Evin compound. They called it Asayishgah. Who kept the prisoners in that building within the prison compound. And the interrogators sometimes were from the intelligence. هم بعضی وقتا از طرف سرسای اطلاعات که می آمدن. این چیزهایی که من میگم این اطلاعات این دانش رو بعد از اینکه من آزاد شدم کشف کردم. در همه این چیزها که در باره فتوا میگم یا و مثلا خاطرات آیت الله منتظری این چیزها رو وقتی از زندان بیرون اومدیم در بارش فهمیدیم. خیلی ممنون.